بیانیه های شوراهای شیوخ و تجمعات عشایر عراق، سازمان های غیر دولتی و حقوق بشری برای آزادی 7 گروگان ربوده شده از اشرف. حفاظت لیبرتی باید با نیروهای کلاه آبی سازمان ملل تامین شود، چرا که حکومت عراق فرامین خودش را در جنایت علیه مجاهدین از رژیم ایران می گیرد، کاری که مطلقاً از طرف مردم عراق و به طور خاص عشایر غیرتمند آن محکوم است. شورای شیوخ بغداد و استانهای جنوبی، عشیره البعیج، قانون فرهنگیان دیالی، تجمع عشایر عراق، انجمن کبوتران صلح برای زنان عراقی، قانون زنان روشنفکر عراقی، جریان انقلاب ملی عشرین، تجمع جوانان فلوجه، قانون روزنامه نگاران آزاد، قانون سادات اشراف آل بیت. شوراهای شیوخ بغداد و سایر استانها، تجمعات عشایر در استانهای مختلف عراق، سازمانهای غیر دولتی و کانونهای مدافع حقوق بشر در عراق با صدور بیانیه‌هایی به آزادی 7 گروگان اشرفی و تضمین حفاظت از مجاهدان لیبرتی با استقرار نیروهای کلاه آبی سازمان ملل فراخوان دادند. بیانیه شورای شیوخ بغداد و استانهای جنوبی و عشیره البعیج: حمله و اشغال اشرف و جنایت رژیم ایران و مزدوران عراقیش را به شدت محکوم می‌کنیم. این کار با مشارکت مالکی علیه پناهندگان بی سلاح صورت گرفته است. اطلاعات دقیق و همچنین گزارش دیدار هیئت همیاری سازمان ملل کشته شدن 52 نفر و 7 مفقود را تایید کرده است. 6 تن از کشته شدگان و 6 تن از گروگان‌ها از زنان هستند، چیزی که هر عراقی شریف و وطن پرست را آزار می دهد. به همین دلیل با صدای رسا و بلند اعلام می کنیم که خواستار آزادی گروگان‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم. بدون ذره تأمل مردم عراق این جنایت را علیه زنان و میهمانان عراق محکوم می کنند. بیانیه تجمع عشایر عراق: جنایت در حمله به کمپ اشرف توسط نظامیان مالکی و به فرمان حکومت فاشیسم دینی حاکم بر ایران حقیقتاً قلب همه عراقیان شریف و وطن پرست را جریحه دار کرده است. عشایر عراق این جنایت را که دور از اخلاق عربی است محکوم می کنند و سازمان ملل خواهان حمایت انسانی از طریق استقرار نیروهای کلاه آبی هستیم، چرا که حکومت عراق فرامین خودش را در جنایت علیه مجاهدین از رژیم ایران می گیرد، کاری که مطلقاً از طرف مردم عراق و به طور خاص عشایر غیرتمند آن محکوم است. ما مسئولین آمریکایی و سازمان ملل و اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا را فرا می‌خوانیم که به فوریت در این مسئله دخالت کنند و از حکومت عراق خواستار آزادی سریع 7 گروگان شوند. ما اعلام می‌کنیم که مسئولیت حفاظت اعضای مقاومت ایران در عراق بر عهده آنهاست که باید به وظیفه خود عمل کنند. بیانیه کانون فرهنگیان دیالی: به هر کس که در رگ‌هایش خون انسانیت جاری است می‌گوییم انسانیت را از چنگال و دندان گرگ‌های ضد انسان نجات دهید. با ربودن 7 تن از میهمانان مردم عراق از اردوگاه اشرف، مالکی می‌خواهد از آنها اعترافات اجباری و دروغ بگیرد تا به دشمنی با مجاهدین ادامه دهد. به پا خیزید و انسانیت را از چنگال ستمگری که دموکراسی را می‌کشد نجات دهید. بیانیه انجمن کبوتران صلح برای زنان عراقی: کشتار و اعدام زنان مجاهد و به گروگان گرفتن آنها از طرف نیروهای مالکی جنایت وحشیانه است که وجدان هر انسان آزاده‌ای را به لرزه در می آورد. ما به عنوان اعضای انجمن کبوتران صلح از سرنوشت گروگان‌ها و از جمله 6 زن گروگان که همچنان در زندان‌های مالکی هستند و از استرداد آنها به رژیم ایران بیمناکیم.
هر یک از این گروگان‌ها توافق‌نامه‌ای با دولت آمریکا امضا کردند و از نظر ما مسئولیت آنها بر عهده آمریکاست. بیانیه کانون زنان روشنفکر عراقی. در تهاجمی که به شنیع‌ترین شکل ممکن در اول سپتامبر علیه کمپ اشرف صورت گرفت، 52 تن کشته شدند و 7 تن به گروگان گرفته شدند. برای تأمین حفاظت آنها و آزادی گروگانها، سازمان ملل و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا باید به خواست آزادی گروگانها در اسرع وقت و استقرار نیروهای کلاه آبی سازمان ملل پاسخ دهند. بیانیه جریان انقلاب ملی 20. برای همه جهانیان روشن است که حکومت عراق جنایت بزرگ ضد بشری را در روز اول سپتامبر 2013 در اشرف مرتکب شده است که به دستور مالکی و به دست نیروهای ویژه سوات و لشکر کثیف و در تن دادن به خواسته رژیم ایران انجام شده است. سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا همگی دقیقاً آگاهند و می دانند که 7 گروگان در یک زندان در نزدیکی فرودگاه بغداد زندانی هستند. ما در جریان انقلاب ملی 20 صدایمان را به صدای خانم مریم رجوی در فراخوانش به جامعه بین المللی اضافه می کنیم و خواهان اقدامات فوری هستیم و به طور خاص بر مسئولیت آمریکا در رابطه با اصل عدم بازگرداندن اجباری و امنیت گروگانها و ساکنان لیبرتی که همه افراد حفاظت شده بر اساس کنوانسیون 4 ژنو هستند تأکید می کنیم. بیانیه تجمع جوانان فلوجه. حمله و جنایت مالکی در اول سپتامبر در اشرف چهره بشریت را لکه‌دار کرده و وجدان‌های زنده انسانی را تکان می‌دهد. این جنایتی بود که در آن تمام ارزش‌های اسلامی و سنت‌های عربی و عراقی اصیل مورد تجاوز قرار گرفت و اهانت به مردم عراق و تاریخش بود. از طرف مردم عراق به صراحت براءتمان را از این جنایات دولت مالکی که ربطی به دین و تاریخ و اصول و ارزش‌های مردم عراق ندارد اعلام می‌کنیم و خالصانه ترین همدردی و تسلیت‌های خود را به مجاهدین اعضای اپوزیسیون ایران مستقر در عراق تقدیم می‌کنیم. ما اعلام می‌کنیم که خواهان آزادی فوری گروگان‌ها هستیم و دولت مالکی باید بابت خونهای شهدا و دستگیری گروگانها مورد حسابرسی قرار گیرد و حفاظت فوری بین المللی توسط سازمان ملل و دولت آمریکا باید برای آنها فراهم شود. بیانیه کانون روزنامه نگاران آزاد. از نظر ما روشنفکران عراق تکذیب جنایت در اشرف توسط مالکی و عواملش توهین به مردم عراق است، زیرا برای ما عراقیان بسیار روشن است که پس از انتقال حفاظت از سال 2009 به نیروهای عراقی، حتی یک نفر خارج از عوامل دولت عراق نتوانسته است وارد اشرف شود. بنابراین پر واضح است که تکذیب مالکی و فالح فیاض چیزی جز فرار از عقوبت این جنایت در مقابل دادگاه‌های بین المللی نیست. ما ضمن محکوم کردن قتل عام ساکنان اشرف، آنها را برادران و خواهران خودمان و همسنگران استراتژیک علیه دشمن مشترکمان رژیم ایران می‌دانیم. ما دولت آمریکا و سازمان ملل را جهت تحقق موارد زیر فرا می‌خوانیم. 1. با فشار بر دولت عراق آنها را در قبال امنیت و سلامت گروگان‌ها ملتزم کنند و از مالکی بخواهند در اسرع وقت گروگان‌ها را آزاد کند. 2. یک تیم مانیتورینگ ملل متحد و یک واحد از نیروهای کلاه آبی ملل متحد باید به طور تمام وقت در لیبرتی مستقر شوند. 3. دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر باید یک تحقیقات مستقل در مورد جنایت اول سپتامبر انجام دهند و عاملان این جنایت را در مقابل عدالت قرار دهند. بیانیه کانون سادات اشراف آل بیت. ما کشتار اول سپتامبر در اشرف را محکوم می‌کنیم
و مجاهدین را به عنوان برادران و خواهران و میهمانان من می شناسیم. آنها به عنوان پناهندگان سیاسی به شمار می آیند، کما این که کمیسر عالی پناهندگان چندین بار به این موضوع اذعان کرده است. از همین زاویه ما به عنوان تجمع آل سادات از دبیر کل خواهانیم که یک تیم مانیتورینگ ملل متحد و یک واحد از نیروهای کلاهابی ملل متحد را به طور تمام وقت در اسرع وقت در لیبرتی مستقر کند. و همچنین دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر باید یک تحقیقات مستقل در مورد جنایت اول سپتامبر انجام دهند و عاملان جنایت را در مقابل عدالت قرار دهند. هفت گروگان ربوده شده از اشرف باید در اسرع وقت آزاد شوند.